Bismillahirrahmanirrahim. Ali Rıza Kemali هستم. با درس حسابان پایی از دهم با مبحث مجموع جملات دنباله هندسی قسمت دوم در خدمت شماست. در ابتدا یک سوال برای ما پیش میاد، اینکه دنباله هندسی چی هست؟ ببینید، دنباله هندسی دنباله هست که اگر هر دو جمله متوالی را بر هم تقسیم کنیم، آنگاه حاصل یک مقدار ثابت خواهد بود که به این مقدار ثابت قدر نسبت دنباله هندسی میگوییم و با کیو هم نمایش میدهیم. با عنوان مثال فرض کنید که یک دنباله هندسی به صورت زیر داشته باشیم که جمله اول 5، جمله دوم 25، جمله سوم 125 و همین گونه جملاتش تا بی نهایت ادامه داشته باشد. با تقسیم هر دو جمله متوالی دلخواه به یک مقدار ثابت میرسیم که قدر نسبت دنباله هندسی نام دارد و با کیو نمایش میدهیم. با عنوان مثال در این دنباله بالایی ما آمدیم جمله دوم را بر جمله اول تقسیم کردیم و قدر نسبت دنباله را به دست آوردیم. جمله دوم 25، جمله سه اول 5 که این دو تقسیم بر هم بشن حاصل 5 میشه. پس در نتیجه Q برابر با 5 است. از سال قبل چند تا فرمول راجع به این نوع دنباله هندسی آموختید که در اینجا یادآوری میکنیم. یادآوری اول، جمله عمومی یک دنباله هندسی با جمله اول برابر با آ1 و قدر نسبت کیو از رابطه زیر به دست میاد. آ(n) جمله عمومی دنباله هندسی برابر است با جمله اول آ1 ضرب در کیو به توان n من های 1 که آ1 جمله اول، کیو قدر نسبت دنباله و n اندیس جمله n می باشد. یادآوری دوم، اگر a و b و c سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی باشند، آنگاه جمله وسط یعنی b از رابطه زیر به دست میاد. b به توان 2 برابر است با حاصل ضرب جمله A ضرب در جمله C. یادآوری سوم، اگر بین دو عدد A و B کا واسطه هندسی قرار بدهیم، اون وقت قدر نسبت دنباله از رابطه زیر به دست می آید. کیو به توان کای به اضافه 1 که کیو قدر نسبت دنباله هست و کا هم تعداد واسطه هندسی برابر است با حاصل تقسیم B تقسیم بر A. یادآوری چهارم، اگر مجموع دو اندیس از یک دنباله هندسی برابر با مجموع دو اندیس دیگر از همون دنباله هندسی باشند، آنگاه حاصل ضرب جملات آن اندیس ها با هم برابر هستند. اگر اندیس M جمعش با اندیس N برابر با جمع اندیس P به اضافه اندیس Q باشد، طبق این نکته که در بالا گفتیم حاصل ضرب جملات این اندیس ها هم با هم برابر است، یعنی حاصل ضرب جمله M و BM ضرب BN جمله N برابر است با حاصل ضرب بی پی جمله پی اوم ضرب بی کیو جمله کیو اوم. اما بحث اصلیمون مجموع جملات دنباله هندسی هستش. به طور کلی مجموع این جمله اول یک دنباله هندسی با جمله اول آ1 و قدر نسبت کیو به شرطی که کیو برابر با یک نباشد یا به عبارت کیو مساوی با یک نباشد از رابطه زیر به دست می آید.
بس مجموع این جمله اول یک دنباله هندسی برابر است با آ یک ضرب در یک من های کیو به توان n تقسیم بر یک من های کیو. مثال دنباله 3, 9, 27, 81 و الی بی‌نهایت را در نظر بگیرید. مطلوب است محاسبه 23 جمله اول این دنباله. خب گزینه های تست ما عبارتند از گزینه اول 3/23 منهای 1، گزینه دوم 2/23 منهای 1، گزینه سوم 3/23 منهای 1 و گزینه چهارم 2/23 منهای 1. خب برای حل این تست که مجموع 23 جمله اول یک دنباله هندسی را خواسته، میم از فرمول کلی اینو دنبال حساب بیم از فرمول کلی مجموع جملات اینو دنبال استفاده میکنیم که میدانی فرمول کلیش هست است این مجموع جمله اول یک دنباله هندسی برابر است با آ یک ضرب در یک من های کیو به توان n تقسیم بر با یک من های کیو، که میدونیم تو این دنباله آ یک من برابر با 3 و کیو هم که حاصل تقسیم دو جمله متوالی هستش، که به عنوان مثال اگر جمله دوم یعنی 9 رو تقسیم بر جمله اول 3 بکنیم، کیو برابر با 3 به دست میاد. و از اونجایی که 23 جمله اول رو خواسته، نتیجه میگیریم که اندیس جمله n یعنی n برابر با 23 است. اگر اینها رو در این رابطه sn جایگذاری بکنیم، خواهیم داشت با s 23 برابر است با a1 که 3 هست ضرب در 1 منهای q که 3 هست به توان n که 23 است تقسیم بر 1 منهای 23، یکی تقسیم بر 1 منهای 3 که 1 منهای 3 میدونیم منفی 2 میشه فقط، و خواهیم داشت با 3 ضرب در 1 منهای 3 به توان 23 تقسیم بر منفی 2، که میم تو این صورت از یک منفی فاکتور میگیریم که با این منفی مخرج ساده بشه. در نهایت خواهیم داشت با 3/2 ضرب در 3 به توان 23 منهای 1. پس در نتیجه S23 مجموع 23 جمله اولمون برابر است با 3/2 ضرب در 3 به توان 23 منهای 1، و بنابراین حاصلمون گزینه 1 میشود. مثال گفته 3 جمله اول یک دنباله هندسی که به صورت مقابل مفروض است، که جمله اول آ، جمله دوم 6 آی منهای 3، جمله سوم 15 سر به در آی به اضافه 2 و الی بی‌نهایت هست. گفته این جملات همگیشون صحیح و مثبت هستند. مطلوب است مجموع این 3 جمله. گزینه اول تستمون 39، گزینه دوم 93، گزینه سوم 283 و گزینه چهارم 238 میباشد. برای حل این سوال ابتدا باید مقدار آ را مشخص کنیم. برای اینکه مقدار آ را بتونیم مشخص کنیم، میم از یادآوری دوم استفاده میکنیم. یادآوری دوم گفته بود که اگر A و B و C 3 جمله متوالی از یک دنباله هندسی باشند، آنگاه جمله وسط یعنی B از رابطه Z به دست می آید. B به توان 2 برابر است با حاصل ضرب جمله A ضرب جمله C، که اینجا جمله B مون 6 آی منهای 3 هست، که اگر در رابطه جایگذاری بکنیم خواهیم داشت با 6 آی منهای 3 به توان 2
فراور است با حاصل ضرب جمله A که اینجا A هست ضرب جمله C که 15 ضرب در A به اضافه 2 می باشه. اگر ساده بکنیم خواهیم داشت با جمله طرف چپ به تساوی باید به توان 2 برسیم که اگر به توان 2 برسونیم خواهیم داشت با 6 A به توان 2 می شود 36 A به توان 2 6 A ضرب در منفی 3 می شود منفی 18 A که اگر در 1 2 ضرب شود می شود منفی 36 A و اگر اگر این جمله دوم یعنی منفی 3 را به توان 2 برسانیم اگر این جمله دوم یعنی منفی 3 را به توان 2 برسانیم خواهیم داشت با مثبت 9 برابر است با حالا این طرف راست تساوی مون باید 15 آ را در تک تک عوارض داخل پرانتز ضرب کنیم 15 آ ضرب در این آ می شود 15 آ به توان 2 به اضافه 15 آ ضرب در 2 می شود مثبت 30 آ پس در نتیجه اگر ضرایب آ دو رو یک طرف بیاوریم خواهیم داشت با 36 آ منهای 15 36 آ دو منهای 15 آ دو می شود 21 آ دو و منفی 36 آ منهای 30 آ می شود منفی 66 آ مثبت 9 هم که خودش برابر با 0 پس در نتیجه اگر بیایم طرفین این رابطه را تقسیم بر 1 سه بکنیم خواهیم داشت با 21 آ دو تقسیم بر 3 می شود 7 آ دو منفی 66 آ تقسیم بر 3 می شود منفی 22 آ مثبت 9 تقسیم بر 3 می شود مثبت 3 برابر با 0 برای اینکه جواب های این معادله درجه دوم رو به دست بیاوریم برای حلش باید از روش دلتا استفاده بکنیم که میدونیم که دلتا برابر هستش با بی دو منهای 4 آ ضرب در سی که بی اینجا منفی 22 هستش که به توان 2 میرسه منهای 4 که خودش ای من ضریب آ دو هست که 7 است ضرب در سی که عدد ثابتمون است سه منفی 22 به توان 2 میدونیم می شود 484 و منهای این 3 ضرب در 7 میشه 21 ضرب در 4 می شود 84 پس خواهیم داشت با 484 منهای 84 که میدونیم می شود 400 پس در نتیجه دلتا ما برابر با 400 هست از طرفی میدونیم که ریشه های این معادله یعنی آ1 و آ2 از رابطه آ برابر با منفی بی مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ به دست میاد که آ1 هسته منفی بی به اضافه رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ و آ2 هم هست منفی بی منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو آ برای محاسبه آ1 منفی بی که می شود منفی بی مرام هسته منفی 22 به اضافه رادیکال 400 که رادیکال 400 من 20 هست تقسیم بر دو ضرب در آ که آیم ضریب آ2 هسته 7 پس اگر ساده بکنیم این منفی در این منفی ضرب میشه میشه مثبت پس خواهیم داشت با مثبت 22 به اضافه 20 تقسیم بر 14 22 به اضافه 20 میشود 42 تقسیم بر 14 که میدونیم 42 تقسیم بر 14 میشود 3
که آی برابر با سه یک عدد صحیح و مثبت هستش و در رابطی داده شده در صورت سوال هم صدق می کند. پس آی برابر با سه برای من قابل قبول است. حاضر می شود منفی بی که بی هست منفی 22 منهای رادیکال 400 تقسیم بر که رادیکال 400 هستش 20 تقسیم بر 2a که a زری به a2 7 هستش. منفی در منفی مثبت می شود، پس خواهیم داشت با مثبت 22 منهای 20 تقسیم بر 14. 22 منهای 20 می شود 2 تقسیم بر 14 که ساده بکنیم می شود 1 هفتم، که آی برابر با 1 هفتم صحیح نیست اما مثبت هستش، که اینجا اشتباهی شده. باید بگیم که آ برابر با 1 هفتم صحیح نیست، یک عدد صحیح نیستش اما مثبت هستش. مثبت هستش به همین دلیل چون که صحیح نیسته، آ برابر با 1 هفتم برای من غیر قابل قبوله. اگر این جوابی که برام قابل قبوله، یعنی آ1 برابر با 3 را بیم در رابطه داده شده در متن سوال جای گذاری بکنیم، خواهیم داشت با رابطه ای که در متن سوال داشتیم بود A جمله اول 6 آی منهای 3 جمله دوم و 15 ضرب در آی به اضافه 2 جمله سوم، همین گونه تا بیناد، که اگر آ را برابر با قرار بدهیم خواهیم داشت با سه جای آ قرار دادیم سه، شش ضرب در سه میشه 18 منهای سه میشه باید 15، سه به اضافه 25 ضرب در 15 میشه باید 75، همین گونه تا بینام. برای اینکه کیو را به دست بیاریم میدونیم که باید جمله متوالی را برام تقسیم کنیم، که اگر به عنوان مثال جمله دوم یعنی 15 را تقسیم بر جمله اول سه بکنیم، کیو قدر نسبت 5 به دست میاد، که جمله دوم تقسیم بر جمله اول بشه جمله دوم 15 هستش تقسیم بر جمله اول سه 5 میشه، پس در اینجا کیو برابر با 5 هست. میدونیم در صورتی که بخوایم مجموع جملات یک دنباله هندسی را صاف کنیم از رابطه SN برابر با جمله اول ضرب در یک منهای کیو به توان n تقسیم بر یک منهای کیو باید استفاده بود، که آ1 من برابر با 3 بود، n که میدونیم 3 جمله اول را از ما خواست برابر با 3 هست و کیو را هم 5 به دست آوردیم. اگر اینها را در این رابطه sn جای گذاری بکنیم خواهیم داشت با s3 مجموع 3 جمله اول برابر است با جمله اول که 3 هست ضرب در یک منهای کیو که 5 هست به توان n که 3 هست می شود 5 به توان 3 تقسیم بر یک منهای 5، 3 ضرب در یک منهای 5 به توان 3 می دونیم که 125 می شه تقسیم بر یک منهای 5، یک منهای 125 می دونیم می شود منفی 124، از طرف یک منهای 5 هم می شود منفی 4. پس خواهیم داشت با 3 ضرب در 124 تقسیم بر 4، که می دونیم این منفی با منفی ساده می شود و حاصل منفی تقسیم بر منفی مثبت می شود، و از طرف می دونیم که صورت و مخرج به 1/4 صورت مخرج این عبارت به 1/4 قابل ساده شدن هستند. 4 به 4 می شود 1، 124 به 4 می شود 31، پس خواهیم داشت با 3 ضرب در 31، 3 ضرب در 31 می شود 93، پس S3 مجموع 3 جمله اول می شود 93 و حاصل اون گزینه دوم می شود. مثال بعدی گفته در یک دنبالی هندسی با قدر نسبت کیو مجموع 9 جمله اول 29520 واحد از جمله اول بیشتر است. اگر مجموع 8 جمله اول 9840 باشد و
Angah kyu kudam. Kuzine evre testama. Do sevam kuzine duvam. Yek sevam kuzine sevam se duvam. Ha kuzine çağıram sehmi var. Midonim ki eğer der madin sualli bugoyan ki mecmu nuh cumli avval do 29520 fad az cumli avval bishtar باشد یعنی اینکه اس نه مجموع نه جمله اول برابر هستش با 29520 واحد به اضافه جمله اولی که ازش بیشتر هستش. این رابطه را رابطه یک نامگذاری میکنیم. از طرفی میدونیم که مجموع هشت جمله هم طبق صورت سوال برابر با 9840 میباشد و میدانیم که مجموع این جمله اول یک دنباله هندسی از رابطه آی یک جمله اول ضرب در یک من های کیوب تا آن ان تقسیم بر یک من های کیوب دست میاد و میدانیم که اس 8 برابر با 9840 هستش و از اس 8 نتیجه میگیریم که ان برابر با 8 هسته. اگر اینها را در این رابطه اس ان جایگذاری بکنیم خواهیم داشت با اس 8 برابر است با آی 1 که مجهول است ضرب در 1 من های کیو که مجهول است به تان ان که 8 است تقسیم بر 1 من های کیو که برابر با 9840 می باشد. این رابطه را هم رابطه دو نامگذاری میکنیم. رابطه یک من بود اس 9 برابر با 29520 به اضافه آی 1 که اگر این را ساده تر بکنیم یعنی به جای اس 9 فرمولش را قرار بدیم خواهیم داشت با آی 1 ضرب 1 من های کیو به توان 9 تقسیم بر 1 من های کیو من های آی 1 را بیاریم کنار اس 9 می شود من های آی 1 برابر با 29520 که اگر بیم ساده تر بکنیم یعنی این که بیایم آ یک رو در تک تک جملات این پرانتز ضرب کنیم خواهیم داشت با آ یک ضرب در یک که می شود آ یک من های آ یک ضرب در کیو به توان 9 می شود آ یک کیو به توان 9 تقسیم بر یک من های کیو من های آ یک که برابر است با 29520 که اگر مجددا بیایم ساده تر بکنیم یعنی این که بیایم منفی آی یک در این مخرج ضرب بیاریم تقسیم بر بیاریم تو صورت و تقسیم بر یک من های کیو بکنیم خواهیم داشت با منفی آی یک ضرب در یک می شود منفی آی یک منفی ضرب در منفی می شود مثبت آی یک ضرب در کیو می شود آی یک کیو به اضافه آی یک دو صورت هست که این صورت این عبارت هست من های آی یک کیو نو تقسیم بر یک من های کیو که برابر است با 29520 میدونیم که این منفی آی یک به اضافه آی یک بشود میشود صفر پس با هم ساده میشه ما چیزی که برام میمونه آی یک کیو من های آی یک کیو بتوان نو تو این صورت هستش تقسیم بر یک من های کیو که برابر با 29520 می باشد. از طرف چپ تساوی یعنی این عبارت یک آی یک کیو فاکتور می گیریم. خب آی یک کیو فاکتور بگیریم یا با عبارتی همون کیو آی یک از این عبارت یک یک برام می مونه من های از این عبارت یک آی یک کیو فاکتور بگیریم یک کیو توان 8 برای همون باقی میماند و مخرج هم خودش یعنی یک من های کیو میدونیم این آی یک ضرب در یک من های کیو بتوان 8 تقسیم بر یک من های کیو طبق رابطه 8 طبق رابطه 2 همان اس 8 هست که برابر با 9840 میباشد و این عبارت هم برابر با 29520 میباشد 9840 ضرب در کیو برابر با 29520 می شود که می دونیم که طرفین بر 9840 قابل ساده شدن است. 9840
تقسیم بر 9840 میشود یک، 29520 تقسیم بر 9840 میشود 3. پس در نتیجه Q برابر با 3 میشود. فاصل من گزینه 4 میشود. مثال بعدی گفته در یک دنباله هندسی جمله اول 240 واحد از جمله پنجم کمتر است. اگر مجموع 4 جمله اول دنباله 120 باشد، جمله اول کدام است؟ گزینه اول تستمون 1/3، گزینه دوم منفی 1/3، گزینه سوم 3 و گزینه چهارم منفی 3 می باشد. دوستان گفته جمله اول 240 واحد از جمله پنجم کمتر هستش. این که گفته جمله اول 240 واحد از جمله پنجم کمتر هستش، یعنی این که جمله اول یعنی آ1 برابر هستش با جمله پنجم که منفی 240 واحد هستش. و به عبارتی جمله اول از این جمله پنجم 240 واحد کمتر میشه. که اگر بیم ساده تر بکنیم، یعنی اینکه آ5 کنار آ1 بیاریم، خواهیم داشت با آ1 منهای آ5 برابر با منفی 240 که این را رابطه 1 نامگذاری میکنیم. میدانیم که IN جمله عمومی یک دنبالی که میدانیم IN جمله عمومی یک دنبالی هندسی برابر هستش با آ1 ضرب در کیو به توان N منهای 1 که اگر n را برابر با 5 قرار بدیم آ5 به دست میاد که آ5 برابر هست با آ1 ضرب در کیو به توان n منهای 1 که اگر به جای n 5 قرار بدیم 5 منهای 1 میشود 4. این را هم رابطه 2 نامگذاری میکنیم. میم این رابطه 2 یعنی آ5 برابر با 1 منهای کیو به توان 4 را در این رابطه 1 جایگذاری میکنیم. اگر جای گذاری بکنیم خواهیم داشت با آ1 منهای به جای آ5 تساویش یعنی رابطه 2 را جای گذاری میکنیم که هست آ1 کیو 4 برابر است با منفی 240 که اگر بیم در طرف چپ یعنی طرف چپ این تساوی یعنی از این عبارت یک آ1 فاکتور بگیریم خواهیم داشت با آ1 از این عبارت یک آ1 فاکتور بگیریم یک آ1 برام میمونه از این عبارت یک آ1 فاکتور بگیریم یک برام میمونه منهای از این عبارت هم یک آ1 فاکتور بگیریم کیو به توان 4 برام میمونه که برابر میشود با منفی 240 که این رو هم رابطه سن نامگذاری میکنیم. میدونیم که Sn مجموع این جمله اول یک دنباله هندسی از رابطه آ1 ضرب در یک منهای کیو به توان n تقسیم بر یک منهای کیو به دست میاد. حال از اونجایی که میدونیم S4 مجموع 4 جمله طبق متن سوال برابر با 120 هسته، از این S4 نتیجه میگیریم که اندیس n برابر با 4 هست که اگر اینها را بیم در این رابطه یا Sn جایگذاری بکنیم خواهیم داشت با آ1 مجهول خودش یک منهای q هم که مجهول است به توان n که n هم برابر با 4 هست تقسیم بر یک منهای q برابر با 120. از رابطه 3 نتیجه گرفتیم که آ1 ضرب در یک منهای کیو به توان 4 برابر با منفی 240 هستش تقسیم بر یک منهای کیو که برابر با 120 می شود. طرفین این رابطه بر یک 120 قابل تقسیم شدن هستند که 120 تقسیم بر 120 می شود 1 و منفی 240 تقسیم بر 120 می شود 2. پس در اینجا اگر ساده بکنیم خواهیم داشت با از این عبارت از این طرف چپ تساوی مون برامون یک منفی 2 تقسیم بر یک منهای کیوی می ماند برابر با 1 که اگر یک طرف وسطین بکنیم یعنی اینکه 1 را تا
تقسیم به یک را ضرب در یک من های کیو بکنیم، خواهیم داشت با یک من های کیو برابر با این مخرج این یک هم که یک هست در این منفی دو ضرب بکنیم، برابر منفی دو می شود. حال اگر مجهولمون کیو را به طرف راست این تساوی و مقدار معلوم را به طرف چپ ببریم، کیو برابر با سه به دست میاد، که اگر بیان در این رابطه سه جایگذاری بکنیم مقدار آی یک هم به دست میاد. آی یک خودش یک من های کیو هم که سه به دست آوردیم به توان چهار، که سه به توان چهار میدونیم 81 میشود، برابر با منفی 240. پس در نتیجه آی یک ضرب در یک من های 81 برابر با منفی 240. یک من های 81 میدونیم که منفی 80 می شود، پس در نتیجه خواهیم داشت و منفی 80 ضرب در آی 1 برابر با منفی 240، که طرفین میدونیم برای یک منفی 80 قابل ساده شدن هستند. منفی 80 تقسیم بر منفی 81 می شود، منفی 240 تقسیم بر منفی 80 3 می شود. پس در نتیجه آی 1 برابر با سه می شود. و ما از اونجایی که صورت سوال هم مقدار آی یک رو میخواست، حاصل گزینه سوم می شود. مثال گفته دنباله 5، 10، 20 و الا بی نهایت رو دنباله 5، 10، 20 و یک تعدادی جمله که نمیدونیم چند تا هستن تا 640 رو در نظر بگیرید. مطلوب از تعداد جملات و نسبت مجموع جملات ردیف زوج به مجموع جملات ردیف فرد. گزینه اول تستمون 8، گزینه اول تستمون 8 و 3 می باشد. گزینه دوممون 9 و 5، گزینه سوممون 9 و 4، گزینه چهارممون 8 و 2 می باشد. برای اینکه تعداد جملاتمون رو محاسبه کنیم، ابتدا باید نود دنبالمون رو مشخص بکنم. ببینید جمله اول که 5 هست ضرب در یک مقداری شده شده 10، یعنی ضرب در 2 شده. جمله دومون هم ضرب در 2 شده شده 20 و همین گونه تا بینم. پس دنبالمون یک دنباله هندسی با قدر نسبت هندسی کیو برابر با 2 می باشد. و برای اینکه تعداد جملات هم بخواهیم حساب کنیم، میدونیم که این کار رو باید از طریق جمله عمومی یعنی آی ان برابر با آی یک ضرب در کیوب توان ان منفی یک انجام بدیم، که طبق این دنباله جمله اولمون یعنی آی یک 5 هستش. آی ان جمله عمومی که آخرین جمله یک دنباله هست 640 می باشد، طبق این رابطه طبق جملات این دنباله که بهمون داده و کیو هم که دست آوردیم 2. میام جایگذاری میکنیم، آی یک مقدارش 5 را قرار میدیم، کیو هم که 2 هست تو این رابطه قرار بدیم میشه و 2 به توان ان من های 1 برابر است با آی ان که گفتیم آخرین جمله دنبالمون هستش که 640 هسته. طرفین این رابطه به 5 بخش بزیرن، 5 تقسیم بر 5 میشود 1، 640 هم تقسیم بر 5 می شود 128. پس خواهیم داشت با 2 به توان n من های 1 برابر با 128، که میایم این 128 را به صورت عددی تواندار بر مبنای 2 می نویسیم، که می دانیم که 128 هست 2 به توان 7. از اونجایی که پایه هم برابر با 2 هست و مقدارشون یک سانه، پس نتیجه میگیریم که توان ها هم با هم برابر هستند. پس n من های 1 برابر با 7 می شود، که اگر مقادیر مجهولمون را در طرف چپ و مقادیر معلوممون را به طرف راست بیاریم، n برابر با 8 به دست میاد. یک نکته، برای اینکه بتونیم نسبت مجموع جملات ردیف زوج به مجموع جملات ردیف فرد رو به دست بیاوریم، نکته میگه اگر تعداد جملات یک دنباله هندسی زوج باشد،
نکته میگه اگر تعداد جملات یک دنباله هندسی زور باشد، مثل این دنباله که تعدادش حساب کردیم شد 8 و 8 هم میدونیم عددی زوج باشد، زوج هسته، آنگاه نسبت مجموع جملات ردیف زوج به مجموع جملات ردیف فرد برابر با کیو هستش. پس با توجه به نکته نتیجه میگیریم که مجموع جملات ردیف زوج به مجموع جملات ردیف فرد همواره برابر با کیو هست، در صورتی که تعداد جملاتمون زوج باشد. و برای این سوال اگر بخوایم نسبت مجموع جملات ردیف زوج به مجموع جملات ردیف فرد رو حساب کنیم، از اونجایی که تعداد جملاتمون زوج شده پس نتیجه میگیریم که این نسبت برابر با کیو هست و در این دنبالمون هم که به دست آوردیم کیو برابر با 2 هست و خواستمون گزینه 4 میشه. مثال گفته در یک دنباله هندسی که 8 جمله دارد اگر مجموع کل جملات 1.5 برابر مجموع جملات ردیف زوج باشد قدر نسبت دنباله کدام است؟ گزینه اول من 3، گزینه دوم من 4 و گزینه سوم من 2، گزینه چهارم 5 می باشد. برای اینکه سوال را حل کنیم میام یک قرارداد با هم می بندیم که بیایم مجموع جملات ردیف زوج را با اس زد، مجموع جملات ردیف فرد را با اس اف و مجموع کل جملات را با اس تی نمایش بده. میدونیم که در یک دنباله مجموع کل جملات متشکل از مجموع جملات ردیف فرد به اضافه مجموع جملات ردیف زوج می باشد. و در این سوال به همون گفته که مجموع کل جملات 1.5 برابر مجموع جملات ردیف زوج هستش، یعنی اینکه است تیمون 1.5 برابر یا است دومه است زد می باشد. میام توی این رابطه جای گذاری میکنیم، به جای است تی قرار میدهیم سه دومه است زد برابر با است اف به اضافه است زد، که اگر است زد ها را یک طرف بیاریم سه دوم اس زد منهای اس زد می شود یک دوم اس زد برابر با اس اف، که این رابطه را رابطه یک نامگذاری می کنیم. در متن سوال گفته که دنباله من هندسی هسته 8 جمله هم داره، که می دونیم تعداد جملاتش از اونجایی که 8 هستن عددی زوج هسته. پس نتیجه می گیریم با توجه به اون نکته که گفتیم نتیجه میگیریم که مجموع جملات ردیف زوج و مجموع جملات ردیف فرد برابر با کیو هستش. پس مجموع جملات ردیف زوج یعنی اس زد و مجموع جملات ردیف فرد یعنی اس اف برابر با کیو هستش، که اگر بیم یک طرف این انجام بدیم یعنی اینکه کیو را ضرب اس اف بکنیم و این مخرج Q یعنی یک را هم در SZ بکنیم خواهیم داشت با SZ برابر استش با Q ضرب در SF، که اگر این SZ برابر با Q ضرب در SF را بیم در این رابطه یک جای گذاری بکنیم خواهیم داشت با یک دوم ضرب در SZ، این مقداری که بست آوردیم را قرار میدهیم یعنی Q ضرب در SF که برابر است با SF، که میدونیم این SF ها با هم ساده میشوند و چیزی که برام میمونه یک دوم ضرب در Q برابر با یک هستش، که اگر طرفین را در یک دو ضرب بکنیم Q برابر با دو به دست میاد. و از اونجایی که تو این دنباله هم تو این سوال هم دنباله قدر نسبت دنباله میگردیم حاصل مون و کیو برابر با دو دست آوردیم حاصل مون گزینه سوم که برابر با دو هستش میشود. ببینید فرض کنید که یک دنباله هندسی با جمله اول برابر با یک و قدر نسبت برابر با تی داشته باشیم، آنگاه میدونیم که مجموع جملات این دنباله به صورت زیر نوشته میشود که جمله اول یک هستش، که این جمله اول در قدر نسبت مون که تی ضرب
شود جمله دوم یعنی تی را تشکیل می داد. جمله دوم هم در یک تی ضربه شود. جمله سوم تی دو را تشکیل می داد. و این تی دو هم در یک تی ضربه شود. جمله سوم جمله چهارم تی به توان سه را تشکیل می داد. و همین گونه تا همین گونه با تعدادی جملات که در نهایت به جمله انمون که طبق فرمول بودش آی یک جمله اول ضرب در یک ضرب در کیوی به توان ان من های یک که اینجا آی یک جمله اول مون یک هستش ضرب در کیو مون که تی هست به توان ان من های یک که این همون جمله ان هستش که اینا ان جمله اول یک دنباله هندسی رو تشکیل میدن که اگر با هم جمع شو بکنیم طبق فرمول خواهیم داشت با آی یک جمله اول که یک هستش سر بدن یک من های تی یک من های کیو که تی هست به توان ان تقسیم بر یک من های کیو که تی هست. اگر یک طرف این وسطی انجام بدهیم خواهیم داشت با این یک من های تی سر در این عبارت بشود. خواهیم داشت با که اگر یک طرف این رستین انجام بدهیم این یک من های تی به توان ان ضرب در مخرج این عبارت که یک هست می شود برابر هست با این یک من های تی ضرب در این عبارت که این عبارت منام هستش یک به اضافه تی به اضافه تی به توان دو به اضافه تی به توان سه به اضافه تعداد جمله تا جمله انمون که تی به توان ان من های یک هستش که این را اگر بخوایم ساده تر بکنیم میایم این طرف این را تساوی را در یک منفی یک ضرب میکنیم که میشود اگر این عبارت را در منفی یک ضرب کنیم میشود تی به توان ان من های یک برابر است با که این عبارت هم در یک منفی یک ضرب شود میشود با تی من های یک ضرب در این عبارت هم که خودش یک به اضافه تی به اضافه تی به توان دو به اضافه تی به توان سه به اضافه تی از جملات تا جمله ان ما که تی به توان ان من های یک است. دوستان این یک رابطه کلی هستش که بعد ها برای حل سوالات به درد میخواد و اسمش را رابطه طلایی میگذاریم. حال با توجه به این رابطه طلایی که به دست آوردیم میخواهیم سوال حل کنیم. مثال فرض کنیم گفته که حاصل عبارت زیر به ازای مقدار تی برابر با دو کدام است و عبارتی که بهمون داده هسته تی من های یک ضرب در تی به توان شش به اضافه تی به توان پنج به اضافه تعداد جملات تا میرسه به جمله تی به اضافه یک. این پرانتز ماله این عبارت بوده که اشتباهی اومده بالا تقسیم بر تی به توان 14 من های 1. گزینه اول من 1 تقسیم بر 129 گزینه دوم من 129 و گزینه سوم من 1 تقسیم بر 192 و گزینه چهارم من 192 می باشه. برای حل این سوال اگر دقت بکنیم این عبارت تی من های یک ضرب در تی به توان 6 که این توانش یک بعد یک بعد کاهش پیدا میکنه برامون آشنا هستش و یاد رابطه طلایی میفتیم که این طرف دوم این رابطه طلایی یعنی طرف راست را اگر نگاه بکنید میدونید که این صورت برابر هستش با این تی به توان این تی به توان این من های یک